من عزیز دیگری روی خط آوردم، عزیزی که واقعا سوای اون علاقه شخصی خودم نسبت به ایشون، انقدر که ایشون رو دوست دارم و شعراشون رو دوست دارم اون که جای خودش داره، یک تشکر بزرگی من به ایشون باید همین جا جلو دوربین بدم که پا به پای ما آقای پهلوان، شما میدونید این رو، قدم به قدم با فردوسی امروز با ما همراه بودن. واقعا وقتی که میگم اصلا یه حالی میشم، ولی باور کنید از قبل از این که من فردوسی رو شروع کنم کاراشو انجام بدم، سبب مشورت که با آقای ماینم کردم و اینا، با کسی دیگری مشورت کردم و او کسی نیست جز آقای علیرضا میبودی عزیزم. از همون اولش با ایشون مشورت کردم و ایشون هم قدم به قدم، یعنی وقتی که الان میگم قدم به قدم، به واقع قدم به قدم در کنار خانواده ما، پدر رو میدونم خیلی دوست داره و من ازش خیلی ممنونم. آقای علیرضا میبودی عزیز، درود بر شما. سلام میکنم به شما، پدر نازنین شما، هر دو مادر، ناهی و بچه ها، همه قبیله پهلوان دیگه. آقای میبودی تبریک میگم دو سال شدن هفته‌نامه فردوسی امروز رو. کی فکر میکرد که یک هفته‌نامه جدی بتونه یک سال دوام بیاره؟ چون معمولا ما عادت کردیم به حفظ یا چیزهای بی‌ارزش یا در واقع مجموعه خلاقیت هایی که وقتی نگاه میکنیم خب چندان اثری هم در تغییر زندگی ما نداشتن، ولی خب این هفته‌نامه و مجموعه شخصیت هایی که درش فعالن و عباس همیشه حکم شیر داشته، اسفنجی که البته تو باغ میگرده تمام شبنم ها رو جمع میکنه اما دا قطعه به هدر بده و خوب کنه شد دوباره همه افراد قبیله، اعضای قبیله کنار هم اندو و بچه فردوسی هم به دومین سال رسیده. اولین چیزی که از من چاپ شد در فردوسی فکر 19 سالم بود فکر میکنم، اولین کاری که آقای پهلوان از من چاپ کرد که من رو اصلا هرگزم ندیده بود، من در آلمان بودم، در نبود به سن 19 سالگی من بوده. سلام میکنم عباس عزیز. سلام علیرضای عزیز که یادآور خاطرات خوبه، در واقع وجل فردوسی تهران هم هست که اونجا بیشتر البته میدیدیمت و در کنار ما بودی و از خب با اون دانشی که در آلمان آموخته بودی، با اون ذوق استعدادی که هنوز هم من میبینم سرشاره و میدرخشه در کنار ما هستی. باعث خوشبختی منه عباس عزیزم، آرزوی سلامتی تو دارم، خدا قوت. و چی فکر میکرد که دختر کوچولو امروز مدیر نشریه باشه و در کنار پدرش نشسته باشه؟ برای خواستم اون عکسی که مال سال یک سالگیشه، دو سالگیشه که بغل من داره شمع رو فوت میکنه می آوردم، بگم تنها مدیریه که بغل سردریش. بازه برحال واقعا آرزوی موفقیت دارم، روان طول هم پس سلامتی برای همون شما، همیتون برای شما رقوبت میگم به هر دو، به هر دو چه میگم به کل خبیده پهلوان. و آقای میبودی داشتم فردوسی های گذشته رو ورق میزدم و تجزیه تحلیل های شما رو داشتم، اتفاقا به پدرم گفتم باید آقای میبودی رو سورپرایزش کنیم با این مطالبی که امروز حتی اگر میخونین میبینین تجزیه تحلیل های سیاسی و دیدگاهاتون رو واقعا چقدر جالب و در اون موقع در اون شرایط شما اینا رو مینوشتین، شما باید مقالاتون هم بیشتر کنین نسبت برای فردوسی امروز. قبول کردن من حالا هر کاری که از دست رو بر بیاد که کرد درصد با شعر شما رو نازش رو بیشتر به خود پهلوان هم داد. عباس پهلوان کاشف علن رسول، یعنی یک اولا حس نیرومندی داره برای کشف آدم ها، بعد هم سعی میکنه میدان بده و خب این خیلی کمک میکنه. یعنی آدم همیشه نمیسنده، مثلا خود ما خب بلاخره در سنی که شروع کردیم این سن 19 سالگی و بعد چسب شهرت تو این کار تبدیلشن به یک روزنامه نگار برای خیلی ها آرزو بود. عباس پهلوان این حس بزرگ داشت که این میدان رو میداد به نیروهای جوان، به
های دیگر اندیش. اغلب کسانی که اون دوره قلم می زدند خب اینا به چندان به هر حال نیروهای مطلوب دستگاهی اطلاعاتی اینا نبودند و خب اغلب دوش مشکل درست می کردن برای های پارلمان، ولی خب اون مقاومت روش استقامت می کرد و خب همین استقامت و مقاومتش و دفاع از کسانی که بهش کار می کردن خیلی کمک کرد به بالندگی یه نسلی که امروز هم هنوز می نویسه. شما در عکس های اینا رو می بینید و خب امروز این نشریه مقام و جایگاهی پیدا کرده که شخصیت هایی داره که معرف این کار هم مثل دکتر صدرالدین الهی، دکتر الهی روزنامه نگار که نیست، واقعا یک زمان نگار، یک شخصیت برجسته است، هم اهل تاریخ، هم اهل ادب، هم اهل فرهنگ، هم اهل ورزش و یک نگاه دید، یک جهان نگری، یک دنیابینی بس پهناور داره. و خب وقتی شخصیتی مثل او تایید میکنه دیگه به نظرم کار عباس حالا شما هم یه نمره قبولی دیگه دادید به ما دیگه، خیلی نور علا نور گرفته. خب تا اصلا جان با همیتون همسر نازنین خیلی کمک کردید، خیلی خیلی مهمه و عباس هم در چنین شرایطی به کمک های شخصیت هایی مثل شما که محرمش بودید نیاز داشت و خوشبختانه توانست از پس این کار بزرگ برگیاد کنم توی این روزگاه. بله آقای پهلوان، اگه بگم آقای میبودی رو چجور توضیح میکنید چی میگید؟ آقای میبودی تمام اون توصیف هایی که در مورد آقای الهی گفتن خیلی با شخصیتشون و چهره ایشون تطبیق داره و ایشون هم یک الان به صورت یک شخصیت چهره سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و میتونه بگی که یک شخصیت یک چهره ملی میونه ایرانیا شهرت داره و خب این مصر این یک سابقه پشتشه که مقاله هاشه و نوشته هاشه و اشعارشه و 30 ساله که داره در خارج کشور مبارزه میکنه برای آزادی و این خیلی پشتوانه مهمیه و از شهرت بزرگی برخورداره که میتونه برای ما هم خیلی برای ما مفید بوده، هم قلمش مفید بوده، همین که شهرتش در کار فردوسی امروز هم گذاشته. آقای پهلوان، آقای میبودی اشاره کردن به 19 سالگیشون، چی شد که شعرشون در سن 19 سالگی بدونی که بدون الان اشاره کردن که ایشون آلمان بودن، چی شد که شعر آقای میبودی از کجا؟ آقای میبودی نمیدونم یه شعر شروع کرد، دوستانشون دادن خوشون بهتر میدونم، ولی در حال چاپ شد کاوه بود، در کاوه کاوه آقای محمد آسمی و آقای میبودی چاپ کرده بود و گفتش که گفتم دارم میرم ایران تهران، گفت اگر رفتیات باشه حتما بیدی سراغ آقای پهلوان شو کاواتو داره چاپ میکنه. خیلی خوشحال شدم البته از خیلی ذوق زده شدم چون فردوسی شهرت فوق العاده ای داشت در خارج از کشور و وقتی هم آمدن واقعا یک گلاس اومدن دفتر فردوسی و دیگه اون شب اومدیم خونه شما، خونه خودش شما از فرزا، یعنی شب رو خونه پدر من خوابیدم همونجا بوندم همون از همون اول ما دوستان صمیمی شدیم و نهار به هم میخوردیم، شام به هم میخوردیم، به هم بیرون میرفتیم و اون اتاق بالایی که کتابخونه عباس رو چه اتاق من آها اتاق کوچیکه اون بالا کتابخونه. بله بله من دو قدمی مونم خونه بیک من وردی بود. بله من شما رفی پردون بیک هم موقعی که اومدیم توی خیابان بهشت میرداماد نزدیک میرداماد. بله بله نزدیک. آقای میبودی به علت این علاقه که پدر به شما و شیراز داشته که میدونین که دوتا دامادا شیرازی هن. بله دوتا داماد شیرازی به علت سفری به شیراز هم اومد خیلی. بله منم بودم، ولی همیشه علاقه همیشه از مهمون و مهمونی های شما، پذیرایی شما در شیراز همیشه تعریف میکرد، از بچه که بودیم تعریف شیراز بود و شما بود و خب خدا رو شد شیرازی هم گیرش اومد. برای خیلی دوران فوق العاده بود، خب خدا رو شکر داره تجدید میشه دیگه. بله
همین خاطرات خودش به نظرم تجدید اون روزهای خوشه و امیدوارم که ایرانی ها با فرصتی پیدا بکنن توی دنیا نفس بکشن، نفس راحت. و خب اون دوره یه حس بزرگ داشت، اینکه مشکلات و دغدغه های ما خیلی بزرگ نبودن. من نمیگم مشکل نداشتیم، داشتیم، دغدغه بود، دلواپسی بود، ولی بزرگ نبودن، در حدی نبودن که آدم رو له کنن یا آدم در چرخدنده بحران ها له و لبرده بشه و احساس بیهودگی بکنه و دلش فقط خودکشی کنه. میدونی این فضایی که امروز در ایران ما حاکم، اون موقع بله دغدغه بود، دلواپسی بود، گرفتاری بود، مشکل بود، ولی همه در ابعاد کوچک بودن. حالا که با هم داریم یاد میکنیم از گذشته، اجازه من از شخصیت دیگری یاد کنم که خیلی در تقویت انگیزه در من مؤثر بود، اونم دکتر مهدی سمسار بود. شخصیت بزرگی که شاید کمتر نظیرش رو شاید در بین روزنامه نگاران برجسته جهان پیدا. بله کاملا، بله، یکی از شخصیت های نافذ، جلانقدر و عزیزی که من همیشه به یادش هستم و واقعا سهمی داشت در ایجاد انگیزه در من، تشویق من، وقتی که مخصوصا سردبیر رستاخیز شد. آقای میبودی، شما فردوسی رو دارین الان جلوتون؟